عروس آتش. عروس آتش داستان مفصلی داره. ما داشتیم فیلم در کوچه های عشق رو می ساختیم. در کجا؟ در آبادان. آقای حمید فرخ‌نژاد برادری داشت که متاسفانه فوت شد، دانشجوی پزشکی بود. این برادر که دانشجوی پزشکی بود بعدن شد دکتر فرهاد فرخ‌نژاد و فوت کرد بعدن. بسیار من دوستش داشتم، خیلی آدم واقعا صمیمی و درستی بود. در فیلم در کوچه های عشق نقش یکی از پاسدارا، کسی که تو جبهه، جوانایی که تو جبهه می‌جنگیدن بازی می‌کرد. تعریف می‌کرد که مسائل مختلف تعریف می‌شد. یه روزی تعریف کرد که دو تا همکلاس داره، یه دختری و یه پسری، که اینا به هم علاقمند شدن و میخوان ازدواج کنن ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ به دلیل اینکه دختر مادرش و طبعا خودش از یک عشیره هستن و وقتی که دختر خیلی بچه بوده، مادر به عنوان یک خدمتکار آمده در یک منزل نسبتاً مرفه خدمتکار هست و این دختر توی اون خونه بزرگ شده و گذاشتن درس خونده، حالا هم دانشکده پزشکیه. با این پسر به هم علاقمند شدن ولی چون در عشیره متولد شده نمیتونن با هم ازدواج کنن چون خطرناکه و ممکنه بکشنشون. خب بالاخره نگفتیم به کجا رسیدی؟ چرا؟ گفتم به هیچ جا. به هیچ جا نمیشه رسید. اما تو نمیخوای بفهمی. با مادرت هم صحبت کردی؟ پس چی که صحبت کردم؟ جیغ کشید از حال رفت. چند تا قطره کرامین بهش دادم. حالش که بهتر شد تا نصف شب نصیحتم میکرد. ببین، سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام. اونم سنت‌ها و آداب و رسوم خودشون رو دارن. اونا زنو ملک مرد میدونن. هر کس هم بخواد ملکشون ازشون بگیره سزاش مرگه. خیلی راحت سرشو میبرن. تازه به این کارشون هم خیلی افتخار میکنن. خب این در مرحله اول برای من خیلی تکون دهنده بود که یعنی چی؟ شاید شروع کردیم به یه، یعنی شروع کردم اولش فقط یه مقدار فکر میکردم راجع به ماجرا، تا اینکه یکی دو سال بعدش منو دعوت کردم به دانشگاه شهید چمران اهواز. جندی شاپور بود قبلا. یه فیلمی رو به من نشون دادن، سازندش دقیق یادم نیست، شاید آقایی بود به اسم آقای خوشبخت. فیلم شاید کمتر از 15 دقیقه بود. اسمش بود جنایت موجه، راجب همین مسئله، یعنی راجب ماجرای فصل و اینی که اگر یه همچین اتفاقایی بیفته چه خطراتی داره و غیر. خب موضوع بیشتر شکل گرفت برای من. من دو تا تیم در واقع تشکیل دادم. یه تیم کتابخونه‌ای که آقای نریمان چایچی میرفت توی کتابخونه‌های دانشکده‌ها و اینا پایان‌نامه‌هایی رو که درباره این مسئله بودن مطالعه می‌کرد و یادداشت برمی‌داشت. یکی هم خودم بودم با آقای فرخ‌نژاد حمید که در واقع اون موقع دستیار من بود و می رفتیم که پیدا کنیم آدم های مختلف غیر غیر. یادم هست که یه دفعه رفتیم به اهواز. خوشبختانه در اهواز آقای رئیس دادگستری خوزستان بود، بسیار مرد فهمیده و تفاهم داشت برای کار ما. اولا امکان اینو فراهم کرد که ما با دو تا زندان کارون
و کانون اصلاح و تربیت بریم و با آدم ها صحبت بکنیم. دوم اینکه پرونده هایی رو که در اختیار داشت راجع به این موضوع داد من مطالعه کنم. هیچ یادم نمیره وقتی که با آقای فرخ‌نژاد میخواستیم بریم به زندان کارون یا کانون اصلاح و تربیت، من به حمید گفتم که ببین حمید، اینا آدم هایی هستن که در واقع خواهرشو خفه کرده، خالهشو با چاقو تیکه تیکه کرده، این کارا رو کردن. ما باید خیلی در برخورد با اینا مواظب باشیم، یه وقت یه رفتاری نکنیم که اینا یه حالت تهاجمی پیدا بکنن به ما. سوالامون رو باید خیلی مواظب باشیم. این دوتا بازدید برای من خیلی آموزنده بود. یعنی وقتی من با اینا صحبت کردم، با 10 نفر ما صحبت کردیم، 5 تا توی کانون اصلاح و تربیت، 5 تا توی چیز، 5 تا توی زندان کارون، دیدم انقدر آدم های محجوبی هستن، سر به زیر، اصلا به نظر سلیم و نفس به نظر میامد، اصلا به نظر نمیامد که این آدم بتونه خواهرش خفه کنه. یه دفعه متوجه شد ماجرا خیلی برام جالب شد، چون من قبلا این شخصیتی که بعدن خود حمید بازی کرد به عنوان یه آدم خشنی که خب حالا داره از مثلا حقوق عشیرش دفاع میکنه و اینا دیده بودم این فرهان رو. در صحبتهایی که باشون میکردیم یکی یه جمله رو گفت که اون رو من با یه خبرنگار خارجی، یه دفعه خارج بودم راجع به کارم صحبت میکرد، گفتم و اونو تو کتابی که در آورده اونو نوشته. تو زندان کارون یکیشون به من گفت من تا وقتی که بیرون بودم ذهنم بسته بود، از وقتی که توی این فضای بسته قرار گرفتم ذهنم باز شد. من تو صحبتهایی که با اینا کردم به نتیجه رسیدم که آدم هایی هستند که توی یک سنت بسته گیر کردن که اون سنت منطقای خودش هم داره ها. منطقش اینه که میگه اگه دختر با یکی خارج از عشیره ازدواج کنه، بچه‌ای که از اون به دنیا میاد میتونه مدعی زمین ما، آب ما، نخل ما و غیره و غیره غیر. برای حفظ محیط خودشون این بوده، ولی خب زمانه داره عوض میشه. دیدم اینها جنایتکار بالفطره نیستن هیچ کدوم، بعضیاشون خیلی آدمای خوبی هستن همینجوری، ولی افتخار میکنن. اتفاقا با مقاماتی هم که صحبت میکردن گفتن مشکل ما اینه که هیچکی از تو خود عشیره اینا از اینا شکایت نمیکنه. به این ترتیب اصلا شخصیت فرهان عوض شد برای من، شد یه آدمی که از یک طرف وابستگیش به عشیره وجود داره، ولی از یک طرف صاحب ذهنیتی است که اون سنت ها حس میکنه که اون سنت ها دیگه درست نیست به اون شکل، ولی نمیدونه چیکارش بکنه. متوجه هستید این وسط که خب خیلی بهتر شد، خیلی عمق بیشتری پیدا کرد. باید بریتونم توضیح بدم خاله، انتظار داری بشم خنده زرعی بشه خورده ها، بشم مسخره ای خاله زنکا که همشون رو هم دوزارم نمیارزن؟ چه میخی از ما تو؟ چه میخی؟ ای دختر خواه تا حالا نه روزن دست برم کرده بودم نه رو کچکتر، ای دختر اولی که حرف شد خواه اصلا برام فرق نمی کرد، مال ای حرفا نمیدام، سرم بکار خودم با زندگی نمی کرد، اما حالا برو اش بگو دوتا راه بیشتر نداره، یعنی اول مرتبه ای که خب ما پسر عموی بزرگش هستم، خب باش حالا اگه نخواست به همه میگم خودم نخواستم، میگم خودم نخواستم که اگه ایطور شد میمونه فیصل،
میمونه فیصل. همین. بشین. بشین خاله. بگو چه کار دیگه میتونه بکنه. میتونه تو همین عشیره بمونه و تا آخر عمر با هیچ مردی وصلت نکنه. این کارم میتونه بکنه. این دو تا راهی که همه میدونن. فکر کردم یه چیز تازه از خودت میخوای براش بگی. بگوش مرد عشیره بودنم سخته. خیلی سخت. چگونه شد که ساخته شد یه محضر؟ اولا یه پژوهشی کردیم که در اون سال آقای مهاجرانی چیز بود، وزیر بود. اون پژوهش تحقیق بدارم نفهمیدم مثلا این ادامه پیدا کرد یا نه، جایزه بهترین پژوهش سینمایی رو گرفت. و حالا چجوری شد که اصلا ساخته شد جالبه. ایشون یه سفری به خوزستان کرده بود و این داستان فصل و این ماجراها رو شنیده بود. گفته بود چرا یه فیلم ساخته نمیشه؟ بهش گفتن که اتفاقا سینایی دنبال این ماجراها هست. گفته بود که خیلی خوب. آمدن تهران، از ارشاد به من زنگ زد که ایشون با من صحبت کرد. گفتم ولی من همه چی حاضره، منتها امکانشو میخوام. که ایشون گفت میتونی بسازی و امکان فراهم شد. به این ترتیب اینجوری ساخته شد. میگم جایزه بهترین پژوهش رو گرفت. و یه نکته ای که نمیدونم چقدر به سینما مربوط میشه یا نه، ولی من بعضی وقتا گفتم سینما یکی از زیباترین ولی یکی از بی‌رحم‌ترین حرفه ها هم هست. من برادری داشتم که برای شما گفتم اون سناریوی آمریکا که دیوانه به تیر بستش و فلجش کرد. ما داشتیم در اهواز کار میکردیم. یک صحنه داره توی فیلم که فرار این دختر و پسر از توی بازاره. اون دهانه بازار که در می آمد بود در واقع مقابل ساختمان مخابرات. به این ترتیب مدیر تهیه ما با مخابرات و با مغازه های اطراف و همه اینا صحبت کرده بود که اون روزی که ما این صحنه رو میخواییم بگیریم در واقع اینا در اختیار بشه. چون می دونستم صحنه سختیه گرفتنش، روز قبلش چین رو خیلی سودتر آزاد کرد. اونا رفتن، اون زمان هنوز موبایل انقدر چیز نبود که راحت باشه. من رفتم تلفن خونه که چیز کنم، که تلفن بزنم تهران که چه خبره. تلفن زدم، خانمم گوشی رو برداشت و دیدم پای تلفن داره گریه میکنه. حالا فردا ما سخت‌ترین صحنه‌مون رو قراره بگیریم، همه چیزم آماده شده. گفتم چی شده و غیره. بالاخره معلوم شد که برادر من که در واقع ستون زندگیم بود اصلا قرص خورد و خدافیزی کرد و خودشو کشته تو آمریکا. جان تو آمریکا نوشته بود یه نامه که من دیگه 70 سالم شد، بچه هم بزرگ شده و این زندگی 22 سال رو صندلی بود، این زندگی دیگه معنی نداره، می‌خواستم فقط بچه‌هام به یه سنی برسن که فلان فلان، خودشو کشت. خب فردا قرار جلوی بازار اون صحنه گرفته بشه و مهمترین آدم زندگی الان برم. من دیدم هیچ کار نمیتونم کنم. واقعا بعضی وقتا سینما مثل جبهه جنگه، شما در مقابل سخت‌ترین شرایط قرار میگیری ولی باید خونسرد بمونی چون شوخی نداره جریان. معلومه که قاطی کردم. آمدم به خوابگاه، یه نامه کوچولو نوشتم برای آقای لقمانی و آقای چش قلی‌پور که تهیه کننده بود. اومد نوشتم بچه‌ها یه همچین شرایطی پیش آمده، من فعلا چیزی به هیچ کس نگین برای اینکه ما باید فیلم برداری رو تموم کنیم. تفلک‌ها هر دو گفتن آقا ولکم برای میدونم. گفتم آقا شوخی نداره، فیلم یعنی روزی چند میلیون پول سر صحنه. ما هم رفتیم همه کارا رو آماده کردیم، از پلیس اجازه گرفتیم، مخابرات غیره غیره، کاری نمیتونیم بکنیم، باید بگیریم. هیچ یادم نمیره با آقای لقمانی صحبت کرده بودم که با دو تا دوربین کار میکنیم. گفتم تو بالا کار کن، منم پایین. دو تا دوربین داشتیم، آریفلکس بود، من یه مقدار رو کلوزآپ ها کار میکنم،
تو لانگشوت از بالا. دو تا دوربینم بردیم سر صحنه. من رفتم بالا که برای لقمانی صحنه رو توضیح بدم و تا همه صحنه ها گرفته شد که ما اومدیم پایین، یه دفعه من یادم اومد که یه دوربین دیگه هم داشتم، من می‌خواستم از پایین بگیرم، ولی ذهنم اینقدر به هم ریخته بود که فقط داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که بتونم اون صحنه رو بگیرم. عروس آتش به این ترتیب ساخته شد و بعد من شنیدم در ماهشهر کوکتل مولوتوف زدن به سینما، شعار دادن غیره، حتی کار به جایی کشید که ما یک دفعه که رفته بودیم جنوب تو بازار بودیم، منو صدا میکردن دوستان محلی، گفتن که آقا سینایی صدا نکنیم چون میتونه خطرناک باشه. به من گفتن تو فلان دانشکده جنوب شنیدیم که میگن این سینایی رو باید کلک شوشن. ولی خاطر خوبم این هست که یه روز هم اونجا نشسته بودم، دیدم یه آقای زنگ زد با لهجه عربی، اسمش هم یادم اون، گفت من منصوری هستم. من گفتم حتما میخواه الان یه چیزی برام بگه بشه. گفتم بفرمایید. با یه لحظه که صدای بمی هم داشتن، گفت من خواستم از شما تشکر بکنم و بگم که بر اساس همون فیلمی که شما ساختین ما امروز غروب یک سری سران عشایر اینجا جمع میشن منزل من که راجبه این مسئله یک تصمیم گیری بشه که جلوش گرفته بشه. اینو داشته باشین. همون زمانا یه دوستی داشتیم، آدم دانشمندی هم بود، اینا فوت کرد. یه روز به من گفتش که خسرو یکی از این رؤسای عشایر میخواد تو رو ببینه. گفتم که خیلی خوب. ولی واقعیت این بود که ته دلم همیشه، چون داستانایی که من تو پرونده آخونده بودم به قدری بعضیش وحشتناک بود که گفتم هر چیزی ممکنه. خودشم تنها زندگی میکرد اون دوستم. اون روزی که میخواستم برم، خونشم طرفای ولنجک بود، تو خونه گفتم حدود ساعت 4 رفتم، تلفن اونجا رو گذاشتم، گفتم اگر تا این ساعت تا ساعت 7 از من خبری نشد به من زنگ بزن، به اونجا زنگ بزنید بپرسید من چیکار می‌کنم. رفتم اونجا، رفتم با اون دوستمون نشستیم. یه رو بعد اون آقا آمد و من جنبه‌های کمدی هم داره، حتی وقتی منو اینجوری بغل کرد گفت حالا پشت خنجر میکنی تو پشتم، میگه تو گاز این کارا نکنید، ولی نه این کارم نکرد، تشکر کرد و بعد یه تومار به من نشون داد، گفت که برای اینکه شما بدونید ما یه توماری با 150 امضا داریم که در واقع حد اکثر فعالیتمون رو بکنیم که دیگه این اتفاقات تکرار نشه.